درود بر شما آقای فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی در فرانسه. درود بر شما آقای فرزی. آقای دادرس، در این هفته باز هم یک جنجال بر سر هکینگ کامپیوتر به وجود آمده. تازه ترین مورد مربوط میشه به ایمیل های شخصی آقای جان برنن، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، که البته اینها در زمانی، این ایمیل ها مال زمانیه که آقای برنن هنوز به ریاست CIA برگزیده نشده بوده. بخش هایی از این ایمیل ها مربوط میشه به ایران که بیشتر در مورد اون صحبت میکنیم. در ابتدا بفرمایید چگونه یک پسر 13 ساله دبیرستانی میتونه ایمیل های رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا رو هک بکنه؟ این مسئله واقعا خیلی جالبه. من فکر میکنم بیشتر موجب تمسخر مردم بشه وقتی اینها رو میشنوه. اما ببینید، این ایمیلی که هک شده، البته مربوط به 7-8 سال پیشه، بین سال 2007 و 8 بوده این ایمیل ها. اما تنها هم آقای برنان نبوده، بلکه همون جوان اینطوری که ادعا کرده به پشتیبانی از به اصطلاح فلسطینی ها و علیه اسرائیل، ایمیل آقای جی جانسون وزیر امنیت داخلی امریکا رو هم ایشون هک کرده. یعنی در حقیقت دو مقام امنیتی بزرگ امریکا، میدونید جی جانسون وزیر امنیت و 16 تا نهاد امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده زیر نظر و هماهنگی ایشونه. بله. و آقای برنان هم رئیس سازمان CIA است از سال 2013. البته جی جانسون هیچ سابقه امنیتی و اطلاعاتی نداره و یک در حقیقت وکیل حقوقدانه که از طرف آقای اوباما به این شغل منصوب شده. اما آقای برنان یک آدم بسیار با سابقه اطلاعاتی است که من بخشی از سابقه‌اش رو میگم. اما این مسئله رو ما بعد از سه بُعد در حقیقت امنیتی، تکنیکی و سیاسی بررسی کنیم. اولا اینو بگم که امروز پیشرفت تکنولوژی به ویژه در زمینه اینترنت باعث شده که بسیار بسیار مسئله هک کردن بسیار ساده شده. حالا یه موقعی است که این مسئله عنوان میشه به دلایلی، یا کشف میشه، افشا میشه. یه مواقعی هم است که ازش بهره برداری اطلاعاتی میشه و گفته نمیشه تا طرف حریف هوشیار بشه. خب ما امکان داره که 10 سال بعد هم بشنویم، 8 سال بعد هم بشنویم که مثلا در این زمان دارن چه ایمیل هایی رو کنترل میکنن. ببینید، چیزی که اومد روی اینترنت راه شد دیگه قابل کنترل نیست. هر کسی میتونه بهش دسترسی داشته باشه و الان هم میبینید جوانهای بسیار با استعدادی هستن که به این سیستم کامپیوتر بسیار خوب آشنا شدن و در حقیقت اون برنامه ریزی ها، اون الگوریتم کامپیوتر رو اینا به شدت واردن و این کار رو انجام میدن. خب یه چیز سختی نیست. آی دادرست، آیا این امکان هستش که این واقعا یک پسره دانش آموز 13 ساله نباشه و یک تشکیلات دیگری مثلا پشت این جریان بوده باشن و الان خودشونو به عنوان یک دانش آموز دبیرستان جا میزنن که مثلا فرض کنید با سیاست‌های آمریکا مخالف هستن و موافق فلسطینی ها؟ بله، این امکان وجود داره. احتمالاً هم بیشتر به نظر میاد وقتی دو ایمیل دو مقام امنیتی رو در این سطح اینها به دست آوردن، دیگه به نظر من کاری بچه 13 ساله نیست. اینو برای فرار از مجازات و این است که به اصطلاح نمیخواد هیچ کشوری، هیچ سازمانی، هیچ شرکت که در زمینه اینترنت فعاله به عهده بگیره. این بیشتر برای خراب کردن و خدش وارد کردن به شخصیت‌های امنیتی امریکا و اصولاً به ادمینستریشن آقای اوباماست. آی دادرس، باز میخوام یک تئوری دیگر رو مطرح کنم. آیا امکانش هست که کسی میخواسته آقای برنن رو بدنام بکنه، کسی از داخل خود دولت آمریکا فرض کنید؟ همه این امکانات وجود داره، چرا که نه. برای اینکه
الان دشمنی ها در حقیقت توطئه چینی ها زیر پای همو خالی کردن، در سابق با مسائل دیگه ای روبرو بودن، ابزار دیگه ای استفاده می کردن، الان این ابزار بسیار راحته و این کار میتونن انجام بدن و میدونید که گسترشش در جهان خیلی هم چشمگیره، یعنی بلافاصله همه متوجه میشن که این آقا رئیس سازمان سیا ایمیلش رو هک کردن. بله، در ایران خبرگزاری مهر این خبر رو با تیتر درشت چاپ کرده، البته اون قسمتی از این خبر رو مربوط به این هکینگ رو منتشر کرده که مربوط میشه به ایران، که در یکی از اون ایمیل ها آقای برنن گفته بوده که مثل یک پیپری نوشته بوده در مورد ایران و گفته بوده ایران به یک بازیگر عمده در عرصه جهانی در دهه های آینده تبدیل خواهد شد و آمریکا باید با ایران خلاصه یه جوری کنار بیاد و همزیستی داشته باشه. کشوری با جمعیتی بیش از 70 میلیون نفر درصدی از ذخایر نفتی ثابت شده جهان رو در اختیار داره، موقعیت ژئواستراتژیک ممتازی داره و آمریکا چاره‌ای نداره جز اینکه با هر دولتی که در تهران روی کار میاد کنار بیاد. ارزیابی خودتون رو بفرمایید، این صحبت‌هایی که آقای برنن کرده در مورد ایران درست سیاستی هستش که بعداً می‌بینیم آقای اوباما اینو اتخاذ می‌کنه، این سیاست رو به عنوان سیاست دولت خودش ادامه میده، چون مثلا گفته بوده به اوباما که باید با ایران یه جوری کژدار و مریض رفتار کنید و از اون فتیله رو بکشیم پایین، فتیله تبلیغات علیه ایران رو بکشید پایین. از حضور شما من برای که به این پاسخ شما در حقیقت یک به این پرسش شما یه پاسخی بدم، باید یه اشاره‌ای بکنم به بک‌گراند این آقای برنر. ببینید ایشون الان 60 سال داره، از یک خانواده ایرلندی تباره و از سال 1980 تا 2005 به مدت 25 سال در سازمان CIA امریکا کار میکرده و مشاغل مهمی داشته. ایشون یک بورسی هم گرفته در جوانیش و رفته به قاهره و در اونجا در دانشگاه امریکایی قاهره تحصیل کرده و زبان عربی هم یاد گرفته. اما مهمتر از اینه که این دو دوره از سال 1982 تا سال دو دوره 4 سال که میشه 90 ایشون در سفارت امریکا در عربستان سعودی کار میکرده و در اونجا کارش آنالیز یا تحلیل مسائل خاورمیانه و آسیای جنوبی بوده و ایشون در آغاز یک به اصطلاح مأمور یا افسر اطلاعاتی بوده و عملیاتی بوده و بعد از چند سال در بخش اطلاعات، یعنی در حقیقت اطلاعات امنیتی کار میکرده و یه تحلیلگره. بنابراین تحلیلی که این کرده یا میکنه قابل ارزشه. اما ایشون در سال 2008 در حقیقت حامی پشتیبان انتخاباتی آقای اوباما میشه و در سال 2009 هم در کاخ سفید استخدام میشه به عنوان مشاور امنیتی و 2 سال پیش هم ایشون به عنوان رئیس سازمان CIA منصوب میشه. اما این تعجب در اینه که حتی این آقا که خودش امنیتیه و به این مسائل آگاهی داره چطور میشه که یک تحلیل رو که یک پرونده‌ای بوده این بیاد با ایمیل بفرسته جایی یا به دست. ببینید ایشون یه شرکتی داشته به نام شرکت آنالیز کورپ، یعنی مدتی که از CIA اومده بیرون از سال 2005 تا 2008 و 2009 که با آقای اوباما نزدیک بشه، ایشون یه شرکت خصوصی تحلیل اطلاعاتی و امنیتی داشته که و میدونید این شرکت ها معمولا یه سری مشتری دارن، مشتریان از اینها کارهای تحقیقی میخرن، سفارش میدن و این شخص بدونید که کشورهای عربی یکی از مشتریهای پروپاقرص این آقا بودن، یعنی این تحلیل ها. اما آقای فرودی اینو همیشه ما توجه بکنیم، در انتقال اطلاعات، در انتقال یک ریپورت یا یک گزارش، این نیست که روی اینترنت بفرستن یا با پست بفرستن، اینو به دست گیرنده در یک جای مطمئن میدن و این به نظر من یه مقداری باعث شک و اینی که این آقا با این تمام این تفصیلاتی که داشته از نظر اطلاعاتی و امنیتی بیاد این خطا رو انجام بده که بعد چند سال
این پرونده روی اینترنت و در رسانه ها افشا بشه، به نظر من باید این احتمال رو هم داد که شاید اینها میخواهند که این گزارش افشا بشه در مورد ایران، چون در این گزارش اشاراتی شده که اگر ایران دست برداره از این کارهایی که داره میکنه و حمایت از تروریست و اینها، میتونه به این مقام برسه. اما یه مسئله مهمی هم ما باید در نظر بگیریم که به هر حال ایران با الان اکنون با 80 میلیون جمعیت، با اون ذخایر نفت و گاز و اون موقعیتی که در منطقه ایجاد شد براش، ببینید آقای آیت الله رفسنجانی در کتاب ششم یا هفتم خاطراتش میگه که امریکایی‌ها و غرب دو دشمن عمده ما رو از سر راه برداشتن، بله. یکی طالبان بود و یکی هم صدام حسین. خب سیاست‌های غلط دوران آقای جورج بوش پسر بود که ایران رو در منطقه قوی کرد، بله. و سیاست‌هایی هم که الان آقای اوباما بر مبنای همین تحلیل این آقای برد داره انجام میده، این است که این در حقیقت باعث شده که ایران بجز اینی که در صحنه در منطقه یک به اصطلاح یک کشور در حقیقت قدرتمندی داره میشه در سیاست منطقه، اما من در مورد مسئله جهانیش زیاد اعتقادی به این مسئله ندارم و فکر میکنم که گفته این آقای رئیس سازمان CIA این باشه که ایران میتونه در زمینه‌هایی که امریکا در دنیا مسائلی داره یا به اصطلاح منافعی داره تأثیر بذاره. بله دقیقاً همینه، گفته اقدامات و رفتارش تأثیر عمده و پایدار بر منافع کوتاه و درازمدت آمریکا در یک رشته مسائل منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. آقای دادرس، یک نکته جالب اینه که همون مسئله تبلیغاتو که مطرح کردم که به دولت آمریکا به رئیس جمهوری بعدی توصیه می‌کنه آقای برنن که از اون دامنه لفاظی ها کم کنن، و خب میدونی یکی از این مسائل مربوط به لفاظی این دیپلماسی عمومی آمریکا بود که رسانه های گروهی هم خب در موردش خیلی نوشتن، و اینکه فرض کنید صدای آمریکا بخشی از این دیپلماسی عمومی بود، و من به یاد دارم در اون دوره که من خودم در صدای آمریکا بودم در همون سال 2008-2009 یک جورهایی به ما گفته شده بود که باید اون فتیله رو یه جوری بیاریم پایین و خلاصه طوری صحبت بکنیم که فکر نکنن که مثلا سیستم فرض کنید انتخاباتی ایران یه سیستم مخدوشه. من یادم رئیس بخش فارسی به بعضی از ما سردبیرها گفته بود که مهمانهایی که میارید در برنامه هاتون مطمئن باشید که اینها سیستم انتخاباتی ایران رو به پرسش نگیرن. بله خب اینم افشاگری آقای فرود افشاگری شماست امروز، البته پیشتر هم گفته شده بود این مسائل، حتی برخی از همکاران شما هم اینا رو عنوان کردن در یه سطحی، اما خب این خیلی جالبه و ما هم اینو بارها شاهد بودیم که این فتیله رو به موقع کم و زیاد کردن و دیدیم که بیشتر حمایت و پشتیبانی میشد از اینی که کسانی شرکت کنن که مخالف و برانداز رژیم نباشن، و برای همین صحنه تاخت و تاز اصلاح طلبا در تمام رسانه هایی که کشورهایی مانند انگلیس، امریکا و دیگران انجام میدادن در این زمینه بود. این کاملا درسته، اما اگه برگردیم ما به نقش ایران در زمینه به اصطلاح تأثیر گذاشتن در سیاست های جهانی، ببینید ایران این نقش رو چگونه به دست آورده؟ آخه ما باید اینو در نظر بگیریم، ایران یک کشوری است، جمهوری اسلامی، بر مبنای پایه ایدئولوژیک اسلامی و گسترش انقلاب اسلامی در جهان بنیان گذاری شده و این در قانون اساسیش وجود داره، از سپاه پاسداران، از مجلس خبرگان، از مجلس به اصطلاح تشخیص مصلحت نظام، اینا همه اونجا پیش بینی شده. اینها توانستن تعداد بسیاری رو در جهان به عنوان جنبش‌های انقلابی و کسانی که ناراضی بودن در حقیقت جا گذاشتن، دست گذاشتن، پا گذاشتن در زمینه‌ای که شوروی سابق در اون به اصطلاح حرف نخست رو می‌زد، حرف اول رو می‌زد. یعنی اون زمان اگر نگاه کنیم می‌بینیم دانشگاه پاتریس لومون با تمام انقلابیان، شورشی های از کشورهای اسلامی، از کشورهای امریکای لاتین، از افریقا جمع میکرد در اونجا، الان با سقوط شوروی جمهوری اسلامی
تمام این قدرت و نیروها رو به دست گرفته، یعنی از افریقا، از آسیا، از قفقاز، از خیلی جای دیگه برای خودش پشتیبانانی رو پیدا کرده و در حقیقت همون کار رو دنبال میکنه ولی به نام اسلامی. خب البته همون نقش منفی البته میخوایم بگیم دنبال میکنه، نقش مثبتی که نداره، نقش منفی است، ولی این نقش منفی باعث شده که در جهان مطرح باشه. شما ببینید هیچگاه نقش مثبتی ایران در جهان نداشته پس از این انقلاب، کار بسیار خوبه، ولی همین نقش منفی که ترسناک، کشورهای غربی میترسن، واهمه دارن از این تروریسم، چون الان ارتش ایران، سپاه پاسدارا آنچنان نیروی بسیار پیشرفته با آخرین ابزار و آموزش دیده نیستن، به هر حال یه نیروی هستن یه تعدادی، اما این ترسی که جهان از اینها داره همین ترس از تروریسمه که اینها هر گوشه جهان میتونن هر آن آتش افروزی کنن. و بعدم ببینید همین موشک هایی که اینها درست کردن با سیاست اتحاد جماهیر شوروی سالهای 50 60 و 70 رو دارن، موشک های دوربردی که بتونن به همه جا پرتاب کنن. خب آقای داداش برگردیم به مسئله اطلاعاتی مربوط به همین جنجال، که جنجال اخیر ایمیل های آقای برنن، این سایت ویکیلیکس، سایت افشاگر ویکیلیکس که آمده و این ایمیل ها رو منتشر کرده، این سایت رو شما میتونید دقیقا توضیح بدید که این سایت بعد از اینکه آقای آسانج آمد و در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت و هنوزم اونجا قرار داره، نیامده، بیش از 2 سال اونجاست، این سایت چگونه فعالیت میکنه که هنوز میتونه فرض کنید مطالب طبقه بندی شده یا مطالب حساس رو یک جوری بیاد و به اطلاع عموم برسونه؟ من چند سال پیش انگامی که این مسئله ویکیلیکس به اصطلاح پخش شد، منتشر شد، یک مقاله تحقیقی نوشتم که در حدود 10-12 صفحه است در مورد اصولا این سیستم ویکیلیکس اصلا چه کسانی بنیانگذارش بودن و الان به چه صورت انجام شد. ببینید دنیای اینترنت این اجازه رو میده، البته اگر کشورها بخوان همه با هم تصمیم بگیرن که یک سایتی رو کور کنن یا نذارن انجام بشه میتونن، اما دنیای اینترنت و گسترش تکنولوژی و دسترسی بسیاری به این اجازه رو میده که اینها کسانی که واردن، کارشناسن در این زمینه، بتونن این کارها رو بکنن. شما ببینید الان داعش، همون حکومت اسلامی و بسیار القاعده، اینها مرتب برنامه‌هاشون رو سایت‌های اینترنتی و روی شبکه‌های اجتماعی میذارن. چرا اونا رو نمیتونن ببندن؟ خب اینم همونه، اما ما باید دقت کنیم که نباید همینطوری، باید ببینیم پشت این ویکیلیکس بجز آقای جولیان آسانج چه کسانی ممکنه وجود داره و اصولا پخش اطلاعاتی که چند سال ازش گذشته، چون ببینید اطلاعات ویکیلیکس هیچ وقت اطلاعات روز نیست، اطلاعاتی است که حداقل 5-7-8 سال ازش گذشته. خب فکر میکنید چرا تا حالا نتونستن این سایت رو کور کنن یا همون سایت هایی که چند بار امتحان کردن، چند بار آزمایش کردن، اینها سرورهای مختلفی در جاهای گوناگون جهان درست کردن، این چندین بار اینا رو بستن، اینا ناچار شدن سرورهاشون رو عوض کنن و در جای دیگه، و همینطوری در حقیقت مثل بازی دزد و پلیسه که اینا فرار میکنن، پلیس هم دنبال اینا. خب آیه دادرس کی پشت ویکیلیکس الان هست؟ آسانج که گفتم در سفارت اکوادور الان در لندن. خب ببینید دیگه ویکیلیکس الان وقتی که القاعده درست شد، گفتن بن لادن به اصطلاح بنیانگذار القاعده بود، ولی القاعده هم وقتی بن لادن هم کشته شد و القاعده داره کار خودش میکنه. ببینید اصولا یک تشکیلاتی که پشت این ویکیلیکس بود در آغاز، که چند تا سرمایه‌دار هم بودن که الان ناماشون رو به خاطر ندارم، در استرالیا بودن، در انگلیس بودن و اینها کمک میکردن. من حتی لیست کمک‌هایی که به ویکیلیکس شده بود در آغاز در اون مقاله است، برای شما میفرستم، شما اونو مطالعه بکنید، میتونیم راجع به این اصلا یه گفتگویی بذاریم، صحبت بکنیم. در اون الان دیگه ببینید بعضی مسائل اتوماتیک خودکار میشه، شما یک جریانی رو راه میندازید مثل جریان همین داعش. الان خیلی ها در گوشه کنار دنیا خودشون رو وابسته به داعش میدونن و این حرکت میکنه، اما من به عنوان یک کسی که در امور اطلاعاتی کار کردم، تجربه دارم و هنوزم پژوهش میکنم،
معتقدم که پشت این مسائل هم یه چیزایی هست. بعضی مسائل باید به عرض جهانیان برسه، بعضی مسائل در این زمینه افشاگری میشه، یعنی لازمه که اینها پخش بشه. اگر برای نمونه یه دولتی بیاد اینو افشا بکنه، یه مقداری برای مردم جای شکه، ولی الان ویکی‌لیکس جوری شده که حتی اسناد خصوصی مردم عادی هم که خب خیلی نیستن به اون صورت، گاهی من دیدم در اون افشاگریه که در مورد عربستان سعودی انجام داده بود، مسائلی رو عنوان کرده بود که خیلی جالب بود در مورد سازمان‌های اپوزیسیون ایران و برخی اپوزیسیون ایران. بله. خب آقای دادرس، در پایان می‌خواستم ازتون سوال کنم در مورد تأثیر این افشاگری اخیر. این آیا میتونه بر آیا اینا مطالب حساسی محسوب میشن که بتونن لطمه بزنن، فرض کنید، به سیاست‌های درازمدت آمریکا، یا اینکه همون که در موردش گفته شده فقط یک صحبت‌هایی بوده که آقای برنن کرده به عنوان یک کارشناس و نباید زیاد بهای چندانی بهش داد از لحاظ اطلاعاتی؟ البته اینا 6 تا نامه رو تا کنون 6 گزارش رو منتشر کردن تا امروز که 3 تا از این گزارش ها در مورد افغانستان و پاکستان بوده و چند تاش هم مربوط به خود روابط آقای برنان و به اصطلاح اعضای فامیلش، بستگانش، دوستانش، چون در این افشاگری ها شماره تلفن، ایمیل ها و کسانی که با آقای برنان در ارتباط بودن، مثل دانشگاهی ها، مثل کسانی که در زمین های اطلاعاتی کار میکردن، چند تا از کارکنان وزارتخونه های مهم امریکا مثل وزارت دفاع و همین امنیت ملی و نیروی دریایی، نیروی هوایی، اینها بودند. 2 نفر از مشاورین خانم رایس بوده و اون مشاوری که قبلا بود مشاور امنیت ملی، اینها مطالبی رو که در رابطه با اینها ایمیل فرستاده منتشر شده. اما مهمتر از این است که آقای برنان یک مقدار به اصطلاح حساب‌هایی داشته که میتونسته مثل همین حساب اسکایپ مال MNS و مثل تیپ یاهو که میتونسته با کسانی به اصطلاح مکالمه بکنه به صورت همزمان. این حساب‌های اون رو پیدا کردن و منتشر کردن. یعنی میدونید برخی اینها با نام‌های رمز برای خودشون حساب باز میکنن وقتی در اسکایپ هن، یا میتونن اینا رو هم پخش کردن. یعنی در حقیقت کلیه این به اصطلاح اطلاعاتی که ایشون داشته رو در روی اینترنت پخش کرد. اما به گفته خود مقامات امریکایی و از نظر حقوقی، هیچ کدوم این مسائلی که تا کنون پخش شده هیچ کدوم ضرری به منافع ملی امریکا نداره. یعنی از نظر قانون امنیت ملی قابل پیگیری نیست. برای همین هست که FBI سخن از این میگه که به حریم خانواده آقای برنان تجاوز شده و شکایت رو در حقیقت تحقیقات رو بر پایه اون میخوان دنبال کنن. و الا این خبرها همه از طبقه بندی خارج شده است و یک نوع ارزیابی تحلیل یا تفسیر جرم نداره و چیزی رو افشا نمی کنه. هیچ سند سری یا به کلی سری ایالات متحده رو افشا نکرده. آقای دادرس، در پایان، آیا این تشکیلاتی که فرض کنید پشت این جریانات ممکنه باشن، اینها توانایی این رو فکر میکنید داشته باشن در آینده بتونن وارد فرض کنید سیستم ایمیل رئیس کنونی CIA بشن، یا اینکه اونها اینقدر این سروراشون قوی و در برابر این نوع رخنه ها خودشون مقاوم حس میکنه اتفاقی نخواهد افتاد و اینها هرگز نمیتونن هک بشن؟ هرگز وجود نداره در زمینه تکنولوژی و انفرماتیک. اینه به شما بگم که همه چی امکان داره، اما سازمان ها، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، وزارتخونه ها، اینها از سیستم های اینترانت استفاده میکنن. یعنی یه شبکه داخلی دارن که از طریق اون شبکه داخلی مال خود کارکنان است. و شما دیدید که اون شخصی که الان از همین برای امنیت ملی امریکا کار میکرد که پناهنده شد، الان در روسیه هست، ادوارد سنودن. سنودن خودش کارمند اونجا بود، خود اون از درون اینها این اطلاعات رو آورد بیرون. خب ببینید این خطر هست دیگه. حتی اگه نتونن به سرورهای اونا، به سیستم شبکه اینترنت اونها، یعنی در حقیقت یه اینترنت داخلی است، نفوذ کنن، کسانی میتونن از اون تو اطلاعات رو بیارن بیرون. اما این نفوذ همیشه امکان پذیر است.
برای اینکه بارها تا کنون چندین بار دیده شده که تونستن از مثلا یک نوجوانی باز گفتن از آلمان نفوذ کرده به شبکه وزارت دفاع امریکا و بخشی طرح‌های نظامی اینها رو در آورده چند سال پیش. بنابراین اینا کوشش میکنن که این شبکه‌ها رو محدود کنن و باز هم از نظر اطلاعاتی و تعریف حیطه‌بندی، یعنی نیاز هر کس به دانستن اون چیزی که لازم هست، اینها از پخش اطلاعات روی شبکه‌ها خودداری میکنن. من سیستم‌های فرانسه رو میشناسم، سازمان‌های امنیتی فرانسه اصلا از شبکه‌های اینترنتی استفاده نمیکنن و هنوز اعتقاد و ندارن به این. اما گاهی برخی، اینم بگم شاید برخی دوستان مورد استفادهشون قرار بگیره، در حقیقت مثلا یک حساب کاربری اینترنتی، یعنی یک ایمیل کسی داره، میان یک باکس ایمیل درست میکنن به عنوان ایکس به اصطلاح gmail.com. در اون باکس 4-5 یا یک گروهی کد یا پسورد اون باکس رو دارن. خطر از اینجا آغاز میشه که اگر شما در باکس یه تایپ کنی و اونو روی اینترنت بفرستی، اون موقع دیگه قابل دسترسیه. ولی هر کس برای دیدن میره در اون باکس وارد میشه، مطلب رو میخونه و پس از اینی که همه خوندن اون مطلب رو پاک میکنن، روی اینترنت اینو نمیفرستن. یکی از کارهایی که برخی سازمان‌های اطلاعاتی دارن انجام میدن داشتن باکسایی با نام‌های گوناگونه. ولی باز همینه میخوام به شما بگم آقای فرودی، اینها هم اگر مشخص بشه چنین باکسی وجود داره، میان و پیدا میکنن و وارد میشن و میبینن. به هر صورت سوژه خوبی خواهد بود برای فیلم های آینده جیمز باند. آیه دادن، سپاسگزارم از اینکه وقت رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو. فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی در فرانسه.